ماه اکتبر برابر با 9 مهر تا 9 آبان به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درباره سرطان پستان اختصاص دارد. مؤسسه‌های مردم نهاد، ارگان‌های دولتی و مراکز غیر انتفاعی در این ماه زنان را تشویق می‌کنند که برای کنترل و پیشگیری از سرطان پستان اقدام کنند. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. سرطان پستان دومی سرطان شایع در جهان و کشنده ترین سرطان در ایران است. طبق آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی 2.3 میلیون زن در سال 2020 به سرطان پستان مبتلا بودند که از این میان 685 هزار نفر جانشان را از دست دادند. اکنون مهمترین راه مقابله با سرطان پستان تمرکز بر پیشگیری به جای درمان است. اما در ایران پیشگیری از این سرطان با وجود کشندگی بالایش به دلیل فقدان برنامه‌ریزی جامع و روشمند از سوی حکومت انجام نمی‌گیرد. در دیدگاه با نرجس شیراقایی، ماما و فعال حقوق زنان از سوئد همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به این بیماری. خانم شیراقایی، ابتدا بفرمایید چرا اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان مهمه؟ در واقع اونقدر مهمه که یک ماه رو به طور مشخص به این کار اختصاص دادن؟ من از آمار جهانی می‌گذرم و درباره ایران میگم. در ایران سالانه بیش از 1000 نفر به دلیل این بیماری فقط جانشون رو از دست میدن و با این حال هنوز غربالگری سرطان پستان به صورت جامع و فراگیر انجام نمیشه. آمارها نشون میده، خود آمارهای داخلی نشون میده که از هر 8 زن ایرانی یه نفرشون در خطر ابتلای به سرطان پستان هست. این سرطان دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان ایران هست. اگرچه آمار ابتلا در مردان کمتر هست، برای نمونه از 12802 مورد سرطان پستان 304 مورد در مردان دیده شده. اما اون چه که سرطان رو مهم میکنه اینه که بخشی از جامعه رو درگیر میکنه. این درگیر بودن فقط شامل مرگ و میر نیست، شامل پایین اومدن کیفیت زندگی، هزینه سربار بر خود فرد و جامعه هست، بر اطرافیانش هست، تأثیری که از بابت از دست رفتن نیروی کار در جامعه میگذاره، تأثیر منفی روی سلامت روان برای فرد مبتلا و همینطور اطرافیانشون هست. برای همین هست که سالهای سال هست که جامعه جهانی از اهمیتش آگاه شده و آگاهسازی سرطان پستان در ماه اکتبر از دهه 90 میلادی آغاز شد که روز 20 اکتبر همطور که میدونید روز فراخوان پوشیدن رنگ صورتی هست که برای برجسته کردن آگاهی دادن درباره سرطان پستان و همینطور پژوهش هایی هست که در این زمینه انجام میشه. تشخیص زودهنگام بیماری از چه راههایی امکان پذیر خانم شیراقایی و چه نقشی در کنترل بیماری و کاهش مرگ و میر ناشی از اون داره؟ ببینید کارهای مختلفی انجام میشه. در مورد تشخیص که صحبت بکنیم، قبلش مرحله غربالگری هست. میدونیم که پیشگیری نقش بسیار مهم میداره، به ویژه در سرطان پستان خیلی کمک میکنه برای اینکه روی شیوه درمان، پیشاگهی بعد درمان و کیفیت زندگی نقش مهم میداره. خودآزمایی های ماهانه پستان که ما بعد 20 سالگی توصیه میکنیم به خانم ها، معاینه های بالینی دوره پستان که ماماها انجام میدن و توی زنان 20 تا 40 سال بسیار مهم هست، آگاه سازی هایی که در سطح جامعه انجام میشه، در باید وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و رسانه ملی بهش بپردازن. با این آگاه سازی ها مراجعه به هنگام برای تست های غربالگری میشه، امکان انجام تست های تشخیصی در زمان مناسب میشه و اینجاست که تفاوت سیستم های بهداشتی و درمانی کارآمد با ناکارآمد مشخص میشه. در کشوری مثل سوئد روی هوش مصنوعی دارن کار میکنن تا بتونن توده های مشکوک رو زودتر شناسایی بکنن، ولی ما هنوز توی ساختن طرح جامع غربالگری در تقلا هستیم. البته من اینجا میخوام یه نکته رو بگم که بهترین کاربرد هوش مصنوعی برای اسکرینینگ تست یا همون روش های غربالگری هست و نه تشخیصی. ما برای اون مرحله هنوز فاصله داریم، اما برنامه های فراگیری که بتونه همزمان با آگاهی دادن به مردم، چه زن و چه مرد، روش های غربالگری و تشخیصی مطمئن تری رو پیشنهاد بکنه، پوشش بیمه همگانی داشته باشیم و آمار مستند و واقعی، اینها هست که میتونه نقش بسیار خوبی در پیشگیری و کنترل سرطان پستان در کشور داشته باشه. خانم شیراقایی، وضعیت زنان رو در ایران از این حیث چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید مطالعاتی جست و گریخته در این زمینه وجود داره. در یک مطالعه در یک روند 15 ساله بروز سرطان پستان در ایران رو بررسی کردن و دیدن افزایش داشته، از آمار جهانی بالاتره. گزارش ثبت سرطان در کشور نشون داده که بیشترین بروز سرطان پستان تو گروه سنی 65 تا 69 بوده، بالاترین میزان بروزش در استانهایی مثل تهران، اصفهان، یزد، گیلان و البرز گزارش شده. این مطالعاتی که تا حالا انجام شده نشون میده که برای نمونه در بین سالهای 1382 تا 96 این آمار از 1596 به 40.73 در هر 100 هزار زن افزایش پیدا کرده، یا فراوانی نسبی سرطان پستان در زنان از سال 94 تا 96 از 25% به 26.47% افزایش پیدا کرده. از اون طرف میخوام اشاره بکنم یک بخشی از این افزایش آمار و میزان بروز به دلیل افزایش آگاهی زنان، تست‌های غربالگری بیشتری انجام میشه، روش‌های تشخیصی بیشتری انجام میشه و برخی روش‌های تشخیصی هم بهبود پیدا کرده، یا در استان‌هایی که وضعیت مالی بهتری دارن افراد بیشتری به سراغ این تست‌ها میرن و میدونیم که افزایش دسترسی به امکانات تشخیصی زودرس و غربالگری نقش داره. بنابراین چیزی که ما میبینیم اینه که واقعا هر چه زودتر و همین حالا دیر شده و باید بهش توجه بشه. خانم شیراقایی، این آمار اطلاعاتی که بهشون اشاره کردید در مورد مبتلایان به سرطان پستان تا چه حد قابل اتکا هستن؟ ببینید، در کنار این که یه مواردی هست مثل گزارش های ثبت سرطان، خب آماری هست که نسبتاً قابل اتکا هست، ولی آمارهای دیگری هم هست که ما نمیتونیم بهش اتکا بکنیم و این میتونه تأثیر منفی در برنامه ریزی داشته باشه. ما نگرانی هایی داریم درباره آمارهایی که دادن درباره پایین اومدن سن سرطان پستان در ایران. اگرچه میتونه این نگرانی درست باشه، ولی ما نیاز به یک آمار مستند در این زمینه داریم، برای اینکه شیوه پژوهش ها و آماری که انجام میشه متاسفانه قابل اعتماد نیست. ما نیازمند هستیم یک سیستم غربالگری فراگیر در کشور داشته باشیم که این سیستم باید چند پایه مهم داشته باشه. یکی اینه که نیازهای ملی در نظر گرفته شده باشه، آمار واقعی مستند داده بشه، به صورت غیر سیاسی باهاش برخورد بشه تا با اون مستندات بشه به اون آمار تکیه کرد، یا آمارهای تازه‌ای رو به دست آورد، یا آمارهای موجود رو کامل کرد تا یک برنامه فراگیر داشت. برای اینکه فراموش نکنیم که روش‌های تشخیصی نوینی هست، ابزارهای نوین ژنتیکی هست، اپیژنتیک اثر داره، غربالگری‌ها، آگاه‌سازی‌ها و طرح‌های ملی همه میتونن در این زمینه مؤثر باشن. کاری که ما باید بکنیم اینه که از مدارس شروع کنیم، از تمام امکانات آموزشی در مدارس، در وزارت بهداشت، در رسانه ملی که وظیفه‌اش خدمت رسانی به مردم هست، باید کمک گرفت، باید کمپین‌ها رو تشویق کرد، نه تنها کمپین ماهانه اکتبر، بلکه به صورت روزانه و سالانه براش کار کرد، روی اون برنامه ریخت و افراد جامعه رو آگاه کرد که دیگه با دیدن روبان صورتی همه زنها آگاه باشن، مردها آگاه باشن و دیگران رو تشویق کنند. واقعیت اینه که ایران کشوری هست که 2/3 زنان بیکارش تحصیلات دانشگاهی دارن که بسیار دردناکه، اما بهش اینطوری نگاه کنید که چطور یک ساختار وزارت بهداشت نمیتونه در جامعه ای که زنانی با این آگاهی و توانمندی هستند به وظیفه ساده خودش یعنی اطلاع رسانی جامعه عمل بپوشونه. در فقدان برنامه های منسجم دولتی چه توصیه هایی به زنان ایران دارید خانم شیراقایی؟ در واقع زنان چطور میتونن به تنهایی و بدون حمایت های مدنی مسیر شناسایی و پیشگیری از این سرطان رو طی کنن؟ ببینید، اول میخوام درباره شعار اکتبر امسال بگم که باید فراتر از سرطان پستان نگاه کنیم و 365 روز در سال شکوفایی داشته باشیم. در این حال این که من پیشنهاد میکنم، همچنان معتقدم هم زنها و هم کادر درمان باید مطالبه گر حقوق زنان باشند، مطالبه گر سلامت زنان باشند، اما به صورت مجزا هم میشه گفت که یه سری برنامه های کاملی میشه داشت. اول از همه توضیح بدم که همونطور که میدونید علت سرطان پستان هنوز
به طور کامل شناخته شده نیست برای ما. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چرا یه زن ممکنه مبتلا بشه ولی زن دیگه ممکنه نشه. اما اون چه که ما میدونیم اینه که یک سری ریس فاکتور یا عوامل خطرآفرینی هست که ما تا حالا شناساییش میکردیم که میتونه روی احتمال ابتلا به سرطان پستان اثر بذاره. باز هم از این عوامل خطرآفرین در بعضی موارد ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، اما مواردی هست که میشه روش اثر گذاشت. به عنوان نمونه از عوامل خطرآفرینش افزایش سن هست، اما کسی دنبال این که جلوی افزایش سن رو بگیره نیست. اما در تاریخچه خانوادگی ما الان این امکان رو داریم بررسی های ژنتیک انجام بدیم و برای افرادی که در معرض خطر هستن تاریخچه خانوادگی دارن تست های تشخیصی رو زودتر از غربالگری شروع کنیم، در سن پایین تر شروع کنیم و پروتکل های جهانی داریم که به ما امکان میده که زودتر شناسایی بکنیم. اینکه اگه کسی خودش سرطان پستان قبلا داشته یا توده‌ای در پستان داره، این خودش یه عامل خطرآفرینه. یا یه مطالعاتی نشون دادن که داشتن بافت فشرده پستان میتونه خطرناک باشه. سبک زندگی هست، تغذیه نامناسب، نداشتن فعالیت بدنی یا اضافه وزن و چاقی بعد منوپاز. اما اون چه من میتونم اشاره بکنم اینه که ما ماماهای بسیار توانمندی در مراکز بهداشت بخش خصوصی داریم که معاینه بهتری انجام میدن. پدر مادرها رو میخواییم که درگیر بشن، فرزندانشون رو آگاه بکنن و همچنین مطالبه گری کنیم از وزارت بهداشت که به وظیفه‌اش رو انجام بده و رسانه ملی که آگاهی بده. ممنون از همراهی شما. نرجس شیراقایی، ماما و فعال حقوق زنان از سوئد. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.